با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و خسته نباشید خدمت تک تک شما دوستای عزیز. امید که جور و صحتمند باشین، سلامتی و صحتمندی شما دوستای عزیزه از خداوند مهربان خواهان هستم و امید دارم که تاییدم از روزه به خوبی خوشی سپری کرده باشین. من سرینا کرمی امروز در خدمت شما دوستای عزیز قرار دارم و به ناحیه پل سرخ آمدیم و مطمئن هستم که حتما یک بار خوب به اینجا آمدین. اگه بار نامده باشین حتما یک بار خواه آمدین. بسیار یک منطقه پرنفوذ شهر کابل است و آمدیم که نظرات چند تا از شهروندان عزیز با هم دیگه داشته باشین که چه نظر دارن در مورد پل سرخ، نظراتشان چی از چی گفتنی ها دارن، تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه باشین. دوستای نهایت عزیز، در پاله یکی از رستوران دارای ناحیه پل سرخ هستیم و میخواییم که نظرات اینا را هم در باره صاحب پل سرخ بفهمیم. مصروف هستم. سلام. سلام، خوب هستیم؟ بخیر هستیم. تشکر، زنده باشه. شما خوب هستیم؟ فضل خدا هستم. نامتان؟ وحیدالله. وحیدالله جان، وحیدالله جان در کجا زندگی میکنیم؟ ما در جلال آباد زندگی میکنیم. دکانتان در ناحیه پل سرخ هست؟ آه، ناحیه پل سرخ هست. چطور پل سرخ انتخاب کردیم که اینجا رستوران داشته باشیم؟ از این جای خوب بود، بازار بود، از این منطقه مردم زیاد هست، همین جای از این لحاظ خوب هست. خب، به نظر دمی ساحه پل سرخ چه قسم یک ویژگی داره نسبت به دیگه منطقه های کابل؟ به نظر خودت؟ ماشاءالله خوب مردم هست. ما زیاد جای کار کردیم، از این خوب نرم مردم هست، یک چیز نیست، فهمیدین؟ مردم خوب مردم هست. اگه مثلا اینجا دکان نمیداشتید، دوستش کجا رستوران میداشتید؟ کدام منطقه کابل؟ پیش چیز بود، شمالی و چشمه دو، اوجا یک آی سال اوجا تیر کردیم، پیش اوجا یک رستوران بود. بهتر است از دیگه منطقه کابل؟ هر چیز میخوای همیجا هست. کابل در شهر چیز میباشه، از این در پل سرخ هم هست، بخاطر از این خوب هست. خود اگه میخواستی که یک جای برای زندگی انتخاب کنی، کجا را انتخاب میکردی؟ ها؟ برای زندگی کردن در کابل، آلخ جلال آباد هست نه؟ کدام منطقه کابل انتخاب میکردی؟ از این طرف دارلمان. ها، دارلمان. خب، زیاد خوش شدم، تشکر از اینکه وقت در اختیار ما گذاشتی. زنده باشی، سلامت باشی. موفق باشین در کارتان. اگه بعد از سیتومی بود میخواستی که برای پل سرخ یک نام انتخاب کنی، پل سرخ نمی بود نامش، چی یک نام خودت میمانده در سر پل سرخ؟ والا این گپ خواهی یک ذره مشکل است و بازم تا اول دربارش فکر نکردی که مثلا خوش داشته باشی؟ پل سرخ نگوی، یک چیز دیگه بگوی بدیل خودت. زیادتر از دوستا پاریس کوچک مگرد. خب، پاریس کوچک دیگه دوستایی که هست نکم اینجا دمی نام زیافتر یادش میکنم. نام میمانی بر پلسرخ؟ بله، پلسرخ اگر بخوایم نام بانیم قلب کابل نام میمانیم برش. پلسرخ بله، خودش خوب نام از دیگه، من برای چی میماندم باز؟ گل سرخ میماندم. گل سرخ. من میماندم پل قشنگ، پل زیبا. اقلال خوش دارم. مسکو کوچک. مسکو کوچک. چون بازار است دیگه، اینجا برنامه مسکو کوچک جر نام گذاری کردن، خواهی دیگه مسکو کوچک شده دیگه به یک حساب. مردمش از خاطر زیاد دیدن میکنن چون والا دیگه اروپا. اروپا. آره. چون دو سه سال پیش می اومدم من اینجا چکر، دیگه باز دوستا میگن کجا میرید، میگفتیم که اروپا میریم. خب، یعنی خبر برتون جای خوب است. بله بله، بسیار یک جای اساس است. پل سرخ یک نام میمانم، باز هم پل سرخ میمانم. هم پل سرخ میماندی. دوستای عزیز و خوبم، یکی از خواهرای قند خود در پلی خود دارم و میخواییم که همراهش درباره همین سایه پل سرخ گپ بزنیم و نظرات اینا رو هم داشته باشیم. سلام، خوب هستیم؟ تشکر، امیدوارم شما خوب باشین. تشکر، زنده باشین. نامه که شیرینی تان؟
مریم جهانبی. خب مریم جان قند، کجا زندگی میکنه مریم جان؟ کارتسه. خب مریم جان کارتسه زندگی میکنن. چطور اینجا آمده؟ یعنی الان از محل کارم طرف خانه میرفتیم. خب یعنی شاغل هستیم. بله. خب مریم جان قند، نظر شما در مورد این ساحه پل سرخ چی هست؟ چه قسمی یک جای هست به نظر خودت؟ کسایی که پل سرخ تجربه کرده باشن طبعا حس خوبش خودشانن، حساب پل سرخ راحت میتونن تشریح کنن با کلمه‌ای مثل راحت بودن، دوست داشتنی بودن، ای که شما هر روز اینجا زندگی رو میبینین، مردم رو میبینین و از همه مهمتر قشر هنرمند رو میبینین. خب جانم، اگه مثلا خودت میخواستی که برای پل سرخ نه یک نام انتخاب کنی، نامش پل سرخ نمی بود، چه یک نام انتخاب میکردی برش؟ پل سرخ. در برش فکر نکرده که نامش رو تغییر بدی خودت به دل خودت؟ چرا فکر کردم اتفاقا؟ چون من 4-5 سال میشه که آمدم کابل، از اولم همینجا ساکن بودم، ساحه های دیگر رو کلن دیدم، ولی اتفاقا فکر کردم وقتی که ایران رفتم به این موضوع فکر میکردم که من کامل دلم فقط برای همین واژه تنگ میشه، نه چیز دیگه. این پل سرخ دوست دارین زیاد؟ خیلی زیاد. حداقلش این هست که من وقتی ساحه های دیگه میرم، البته با احترام به همه ناحیه ها و ساحه ها، طرف پل سرخ که میام یک حس آرامش و امنیت خیلی خاصی میکنم که دوست داشتنیه و با هیچی قابل تعویض نیست. خب مریم جان چقدر شیرین گپ میزنین. شکرم شما لطف دارید. خب چی سگ، اگه مثلا خود میخواستی برای پل سرخ یک شخصیت بونی، پسر خود مثلا نام بود نه؟ مثلا یک نام، چه یک شخصیت رو برایش انتخاب که آرام است، مهربان است، شوخ است، جذاب است، چه قسم یک شخصیت برایش انتخاب میکرد؟ سوالتون یکم سخته با توجه به این که اگر بخوای همچین جایی رو که همه چیز داخلش هست رو در یک شخصیت بگنجانی، شاید شخصیتی که رنگارنگ، یعنی همه ویژگی ها رو داره و هم شوخ بودن و هم غمگین بودن و هم شاد بودن و هم زندگی هم چیز متضاد و متفاوت رو داخل خودش داره. همراه دوستا دستای پل سرخ آمدیم برای چکر تفریح؟ حتما، یعنی شاید اگر هر روز نشه نظر به مصروفیت ها، هفته دو بار سه بار حداقل یک قدم زدن ساده باشه یا یه کافه رفتن باشه حتما اتفاق میفته. بسیار خوب. میبینی مریم جان چقدر بیروبار زیاد است نه؟ خیلی. به نظر خودت دلیلی که بیروبار چی است؟ چقدر بیروبار زیاد است این سایه پل سرخ؟ کرونا رو جدی نمیگیره کسی. هست همین که مرکز خرید رفت آمده، همه دوست دارن قدم بزنن و از همه مهمتر امنه. امنه. خب خب. خب جانم، نظر درباره امین ساحه پل سرخ چی است؟ چی نظر دارید در مورد ساحه پل سرخ؟ ساحه پل سرخ نسبتاً یک ساحه امن‌تر است و فضای خوبتر است که مردم بیای خرید کنه و یک فضای آرام است، چون امنیت افغانستان که خوب نیست نسبت به دیگه منطقه‌های شهر کابل و ایجا خوبتر است. برای چکر رفتن در منطقه‌های کابل کدام جای بیشتر انتخاب می‌کنید؟ همراه دوستا بریم. همراه دوستا خوش که در شوای اید و ولنتاین سخن ها که از زیادتر پل سرخ است که دوستا گردش میگردم، یا چون خودم هم همینجا هستم اگه دیگر منطقه های خوب است از لحاظ گردش و کلش است. یک دوری زدین، به نظر چه قسم آمد پل سرخ؟ ساحه پل سرخ به نظر چه قسم آمد؟ ساحه پل سرخ ساحه خیلی قشنگ و جالبی بود، خصوصا اینجا نسبت به دیگر جایا کسایی که پولدارترن، آدمای متفاوتر، آدمایی که دارای اوصاف نیکوست، آدمایی که همه خوبی زیادتر داشت دیده میشه، چنین آدمایی و چنین فضایی که خوب آبادی، سرسبزی نسبتاً به دیگه جایا و جمع جوش هم مناسبتر، یک نظم و قانون نسبتاً خوبتر بین شهروندان، همین خوبی ها رو ما نسبت به دیگه جای دیدیم. سایه از شهر نو و وزیر اکبر خان از کل جایی که پل سرخ کش کرده، کشش بالا رفت آمد مردم هم زیاد است دیگه، یک سایه آزاد طبیعت از مردمش هم بسیار مردم است که کس کرده کس کار نداره، همه رقم اصل دموکراسی در اینجا پیاده میشه. در کجا زندگی میکنه اقبال جان؟ خود ما میگه زندگی میکنه اینجا کارت چهار خانه ما رفت آمد زیاد از کس کرده کس کار نداره، شب بگردی روز بگردی دکان ها 24 ساعت باد است، اول دکان خودم ما 24 ساعت هر وقت شب به دکان ما باد است، مثل دیگه فکر که
در پلسر که آمدی فکر میکنی که اینجا اید افغانستان نیست، خارج از افغانستان است. این مردم عصری، مردم بسیار با شخصیت کابل که از کلشان در این پلسر جای گرفتن، این پلسر زندگی میکنن، در کارت 4 است، در کارت 3 است، دیگه مردم های بسیار خوب هستن اینجا. اقبال جان ازدواج کردی؟ ازدواج دیگه 3 روز پیش عروسیم بوده. تبریک باشه. من زنگ دادم زنگید. خب تبریک باشه. زنده باشی، خیلی خوشوقت شوین. نظر شما در مورد همین صاحب پل سرخ چی است؟ صاحب پل سرخ کسی یک صاحب بسیار مهم است، چون مردم سلیبریتی میایه، مردم های خاص میایه و بازارش هم خیلی خوب است. ما معمولا که کم دکانم جور کردیم اصلا راحت هستیم در مسایه، چون مردمش خیلی مردمش درکش بالاست، مردم فهمیده هستن و از ما از این مردم خیلی خوشحال هستیم، چون دو دکان داریم، یک المدینه است و یک مای بر سوپرمارکت در قسمت. خب خود اگه مثلا میخواستی که یک جای برای زندگی انتخاب کنی کجا رو انتخاب میکردی؟ کارت 4. خوش داری کارت 4؟ بله، خیلی یک مردمش خوب مردم هستن، از او خاطر کارت 4 مناسب تر است، چون امن نام است، میتونی شبان آزاد بگردی هر صبحی. زیادتر اشخاصی اینجا نسبتا مدرن تر بگویم چی رقم میاین اینجا برای خرید و زیادتر رفیقا دوستا اینجا قرار میگذارن، یکان نامزادا زن شوهر میاین برای خرید در مارکت ها. اگه خودت بخوای که یک جای برای زندگی انتخاب کنی کجا رو انتخاب میکنی؟ ما اگر جای برای زندگی انتخاب کنم یا کارت 4 باشه یا پل سرخ، چون اینجا خوبتر است، امن‌تر از نسبت به دیگر جاها. خواهیم دارن برق هم کنه میره دیگه، چون دولتی ها زیاد میشینه برق دارن همیشه، چون ما مشکل برق زیاد داریم. آجان پل سرخ کس جای هم غریب نواز است، هم پیسدار ها را میپذیره، اون تیک جای است. پل سرخ جای داره که هم غریب ها میتونه دهش گشت گذار کنه، در جایی که مثالش بره خرید کنه، هم جای پیسدار داره. مثالش ما در میبزاده میریم، جای پیسدار هاست، میتونیم از اونجا پیسدار ها میتونه خرید کنه و اگر غریب ها بره اونجا نمیتونه خرید. یا مثالش رستوران ها را اگر ببینیم، رستوران داریم شاهی است که جای پیسدار هاست، مثالش نان میخوره اونجا پیسدار ها نان خورده میتونه، ولی اگر اونجا بریم یک خورا کباب غریب خورده نمیتونه. اونجا باز یک هتل لب دریا داریم، لب دریا داریم که اونجا هتلش خوراک 60 روپ است، اونجا باز غریبان میتونن آن بخورن. نوید جان نظر شما درباره این صاحب پل سرخ چی است؟ از نظر ما صاحب پل سرخ یک از جای مقبول شهر کابل است و تمام سهولت هایی که نیاز داریم ساده است، همه چیز مواصل ساده است، دیگه نیاز نیست که مثلا یک شخص که یک چیزی جا کار داشته باشه یک جای دیگر، از این حالت با ما خوب است. ما از کابل مثلا چندین بار چندین جای زندگی، چندین گوشه کابل زندگی کردیم، اما جایی که دوست دارم کارت 4 است. هم کارت 4 خوش دارم، هم پاک، هم مردم خوب، دیگه مردم اکادمیک، کارت 4 جای بهتر است. نوی جان ازدواج کردین؟ بدبختانه نخیر. بدبختانه چرا؟ خب همراه دوستا برای پل سرخ برای چکر زدن میایین؟ چکر میم روز وقت ما هر دیگر که شبه خودم یا تنها باشم تنها میبرایم و دوستا باشم باید دوستا. چرا پل سرخ برای چکر انتخاب میکنی؟ چرا یکان منطقه دیگه کابل نمیرم؟ میرم دیگه جام میرم، اما پل سرخ به ما نزدیک است، فقط 5 دقیقه را یک دوره پس دوباره خانه میریم. Ha ha.